سلام به شما دانشجویان عزیز و گرامی کالج حیات نو، من شبانمانی هستم و شما رو به ادامه تعلیماتمون در کتاب عبرانیان در فصل پنجم خوش آمد میگم. در انتهای درس قبلی ما در فصل پنجم درباره در واقع کهانت ملکیصدق صحبت میکردیم که کهانت عهد جدید کهانت ملکیصدق هستش و این کهانت کهانت لاوی نیست، کهانت شریعت نیست، بلکه کهانتی است که در زاویه یا در حومه خارج از شریعت بنا شده. هر کهانتی که در واقع بعد از شریعت موسی اومده، چه در اسلام اومده، چه در ادیان مختلف و گوناگونی که برای خودشون اومدن، حالا چه از خداوندن یا غیره، همه برمیگردن به شریعت اون مذهب. و حالا در دین یهود شریعت یهود بودش که کهانت لاوی رو به وجود آورد که از هارون ریشه میگرفت، ولی خب این کهانت ها بر طبق رسوم و روایش و رسوم و روش های به خصوص اون مذهبه. بنابراین کهانتی که در یهود بود کهانتی بودش که بر طبق شریعت موسی بود و از طریق لاویانی که فرزندان یا نسل هارون بودن به عمل میرسید. و اتفاقا وقتی که بنی اسرائیل به مسیح نگاه میکردن و میگفتن که این نمیتونه کاهن اعظم ما باشه، این مشکل براشون بود که اینو کاهن اعظم بشمارن، چرا که هر کاهن اعظمی که برای بنی اسرائیل وجود داشت باید از نسل هارون میمد و مسیح از نسل یهودا اومده بود. بنابراین اصلا تصور این که این میتونه کاهن اعظم باشه براشون غیر ممکن یا مشکل بود. ولی اینجا نویسنده عبرانیان قشنگ داره شرح میده که این کهانت ما کهانتی است که ما برای شریعته و در واقع در زمانی ریشه میگیره که قبل از شریعت در زمان ابراهیم این کاهن خودش رو نمایان میکنه. ملکیصدق در واقع در زمانی خودش رو نمایان میکنه که شریعتی وجود نداره. درباره این صحبت کردیم و بعد به این رجوع کردیم که برکت میده به ابراهیم و برکت به خدا میده و میگه برکت خدا بر تو باد و نام خدا رو هم پرستش میکنه. بعد کهانت ملکیصدق رو ما در واقع در این دیدیم که شخصی که این کهانت رو میکنه ماورای شریعت میکنه برای برکت به آسمان، برای برکت به شخص. و در واقع اصل کهانت ما امروزه اینه که در مقابل خدای زنده به او برکت بدیم، بپرستیمش، او رو اطاعت بکنیم و علناً در واقع در حضور خداوند به او در عبادت و پرستش او باشیم و نام او رو جلال بدیم و در کنار آدمیانی که قرار میگیریم و انسانهایی که داریم به اونها خدمت میکنیم اونها رو بلند کنیم، اونها رو برکت بدیم. نه کار ما محکوم کردنه، نه پایین آوردنه، نه لعنت کردنه، نه به اون شکلی که در واقع میشه گفتش که بر طبق شریعت عمل میکردن کاهنان قدیم که برای قربانی کردنها، برای آوردن هدایا و غیره و غیره، بلکه برای این هستش که شخص رو بلند بکنیم. و من در واقع میتونم کهانت خودم رو که در ملکیصدق خودم دیدم، در زندگی شخصی خودم دیدم که خداوند میگه، عیسی مسیح میگه من آمدم که پدر رو به شما بشناسونم. و در واقع من کهانت ملکیصدق رو بیشتر از همه چیز به این خلاصه میکنم که خداوند زنده پدر رو ما به دیگران بشناسونیم و بعد او رو هم عبادت بکنیم و یک رابطه شخصی و زیبایی با او داشته باشیم و در کنارش هم پدر رو به دیگران بشناسونیم. فکر کنم زیباترین خلاصه این کهانت همین باشه. و چگونه میشه پدر رو به دیگران شناخت؟ با شخصیتی که مسیح داشت، با الگو قرار دادن اون شخصیت، با الگو دادن قرار دادن زندگی مسیح و روش‌های او در زندگی شخصیمون میتونیم اون کهانت رو دنبال بکنیم. در واقع همان کاری که مسیح میکرد اگه ما بکنیم، کهانت او رو دنبال کرده. خب درباره این ما در جلسه قبلی مقدار صحبت کردیم و بعد رسیدیم که به آیه 11 که بکنم یک آیه بسیار مهمی هستش. پس از فصل پنجم آیه 11 شروع میکنیم و میگه که درباره او ما را سخنان بسیار است که شرح آنها مشکل میباشد، چون که گوشهای شما سنگین شده است. زیرا که هرچند با این طول زمان شما را میباید معلمان باشید، باز محتاجید که کسی اصول و مبادی الهامات خدا را به شما بیاموزد و محتاج شیر شدید و نه غذای قوی، زیرا که شیرخواره باشد در کلام عدالت ناآزموده است، چون که طفل است. واو،
میدونید من بارها سعی کردم که در کلیسا با تعلیم فیض در واقع عدالت خدا رو به کلیسا دوباره یادآوری کنم و درس بدم. اتفاقا زیربنای تعالیم حیات نو دوباره یافتن معنی عدالت در کلیساست. خیلی میگن عدالت چیز خیلی ساده و پیش و پا افتاده، خب مسیح روی صلیب برای ما مرد، ما را عادل کرد و ما نجات پیدا کردیم. ولی عدالتی که در مسیح ما یافتیم یک سوژه بسیار عمیق روحانی هستش که نمیشه ازش به سرعت گذشت. اتفاقا نویسنده عبرانیان الان روی این تاکید میکنه که کسی که شیرخواره است در کلیسا کسی هستش که معانی و معنی عدالت رو در کلیسا هنوز درک نکرده. خیلی جالبه چون ادامه میده و این رو بیشتر باز میکنه و میگه اما قضای قوی از آن بالغان است که حواس خود رو به موجب عادت ریاضت دادن تا تمیز نیک و بد را بکنن. و بعد میگه که بنابراین فصل ششم میگه بنابراین از کلام ابتدای مسیح در گذشته به سوی کمال سبقت بجوییم و بار دیگر بنیاد توبه از اعمال مرده و ایمان به خدای ننهیم و تعلیم تعمیدها و نهادن دستها و قیامت مردگان و داوری جاودانی را و این را به جا خواهیم آورد هرگاه خدا اجازت دهد. یعنی اینکه اوکی اگه میخواین سوژه های معمولی رو میخواین دوباره دنبال بکنین، اگه میخواییم که مثلا درباره تعمیدها دوباره صحبت بکنیم، توبه از گناهان میخواییم دوباره صحبت بکنیم، رستاخیز مردگان رو میخواییم درباره صحبت بکنیم و داوری جاودانی و قضاوت تخت سفید خدا و تخت بامای عیسی مسیح رو میخواییم صحبت کنیم، آره اینا رو میشه درباره صحبت کرد اگه خدا اجازه بده، ولی این سوژه های پیش و پا افتاده کلام هستن. یعنی اینها سوژه های عمیق و گوشت کلام نیستن، بلکه سوژه اصلی خود چیه؟ سوژه اصلی در واقع سوژه عدالت خداست و این هستش که من در واقع در کلیسا وقتی که درباره عدالت صحبت میشه، درباره کار تمام شده ای که مسیح برای ما انجام داده، درباره اینکه هویتی که ما در عدالت یافتیم چی هستش، اقتداری که یافتیم، پوزیسیون الهی که یافتیم، مقامی که یافتیم و شخصیت روحانی که الان در ما هست شروع میکنیم صحبت کردن، اینها درسای عمیقی میشه که ما رو به فکر میندازه و در واقع اینها کلیسا رو در واکنش روحانی و تحت شعای خودش قرار میده و مجبور میکنه که اعضای کلیسا قدمهای بزرگی رو از نظر روحانی بردارن که قبلا بر نمیداشتن. خیلی سوژه ها در کلیسا هستش که خوشایند شنیدنشون، خیلی هم گوش رو قلقلک میده و فکر رو هم قلقلک میده و جالبه. مکاشفه، برگشتن عیسی مسیح، تعمیدها، عطایای روح القدس و نجات، ایمان، امید، غیره بره، اینا همه خوب سوژه های خوب هم. ولی وقتی به عدالت میرسیم خیلی از جوانب عدالت در واقع برای ما سخته، برای ما سخت میشه حذف کردنش. سوژه‌ای که ما درس دادیم که حالا که مقدسین خدا هستیم، کاملا در فیض هستیم، قدوس هستیم، اون وقت معنی گناه دیگه چی هستش؟ گناه در عهد جدید چه معنی داره؟ آیا میشه گفته که خدا در ما هم به شباهت خدا در واقع خدایانیم یا نه؟ این سوژه های سنگینی میشه که میدونید شخص ناگهان واکنشی که به خرج میده حالا مجبور میشه که چکار کنه، رشد روحانی عمیق بکنه یا ردش بکنه یا انکار بکنه. نویسنده عبرانیان داره روی این دست میذاره، میگه هی تا زمانی که شما با عدالت خدا و درس عدالت کاملا آشنا نشدید شما شیرخواره هستید. و من به عنوان معلم کالج حیاتنا، یکی از این معلمین، میخوام که شما رو از شیرخارگی به گوشخاری عبور بدم. این دریای اردنی که برای ما، رودخانه اردنی که جلوی ماست، نه دریا، رودخانه اردن، رودخانه هستش که بس ازش عبور کنیم و این رودخانه عدالته. ما باید بتونیم عدالت رو هم درس بدیم و هم درس بگیریم، هم بس درک کنیم و هم کمک کنیم دیگران درک بکنن. کسانی که برنامه های کالج حیاتون رو قبلا نگاه کردید و میدونید که اصلا معنی عدالت چیه.
عدالت یعنی مقدس بودن کامل در حضور خداوند زنده، یعنی بدون عیب و گناه بودن. کسی که عادل در مقابل خداوند کاملا بدون عیب و بدون گناه هستش. عیسی مسیح عادل بود چون بدون عیب و بدون گناه بود، و ما که در مسیح ایمان آوردیم به خاطر اطاعت او ما هم عادل شمرده شدیم. پس شما هم به خاطر مسیح از نظر قانونی، از نظر قانون آسمانی بدون گناه و بدون عیب هستید، و چون بدون گناه و بدون عیب هستید شما کامل هستید. از نظر قانونی کاملید. اگه ناکامل بودید به آسمان نمی رفتید، اگه ناکامل بودید به بهشت نمی رفتید، اگه ناکامل بودید بس برای گناهانتون چی می شدید؟ قضاوت می شدید. اگه ناکامل بودید صدای شما در آسمان شنیده نمی شد. اگه مقدس خدا و کامل نبودید به درگاه تخت فیض و حضور قدوس الاقداس نمی تونستید وارد بشید، به پرده رو نمی تونستید باز بکنید. بنابراین شما مقدسین خدا هستید، کامل در حضور او بدون عیب و بدون نقص. شما قانوناً مثل خود مسیح هستید. این پوزیسیون آسمانی به شما مقامی میده در آسمان که یک ذره کمتر از مسیح نیست، چرا که در زیر مسیح و نام او هستید که زیست میکنید، نه خارج از مسیح بلکه در مسیح هستید. و چون مسیح در شما هست، همینطور روح القدس و پدر، شما در تأسیس خدا با او شراکت دارید. این است معنی و مفهوم عدالت. و چون شما عادل خدا هستید دعای شما شنیده میشه، و چون شما عادل هستید استدعا و درخواست آسمانی شما شنیده میشه، و خداوند آسمان و زمین رو تکون میده که با شما همکاری کنه و همراهی بکنه. چون شما عادل خدا هستید بیگناه هستید. چون شما عادل خدا هستید محکوم نیستید. چون شما عادل خدا هستید علنا فرشتگان خدا در دسترس شما قرار دارند. چون شما عادل خدا هستید 100% به آسمان و بهشت او دسترسی دارید و خواهید رفت. چون شما عادل هستید اگر اشتباه بکنید و گناه بکنید عدالت شما را از شما بر نمی داره، به خاطر اینکه عدالت شما به خاطر شما نیست، به خاطر مسیح است که شما به او باور دارید. و غیره و غیره و غیره. تمام اینها در معنی و مفهوم عدالت نهفته شده و این زیربنای کل ایمان کلیساست. با این حال خیلی کم میبینیم که عدالت واقعا در کلیسا درس داده بشه و خیلی سوژه های دیگه درس داده میشه، چون اونا سوژه های آسونتری هن درکشون برای مغز انسان. ولی این سوژه طبع و خصلت انسانی ما رو زیر آزمایش قرار میده. اون خصلت انسانی که میخواد در کنترل باشه، اون خصلت انسانی که میخواد با دستان خودش رو تبرئه کنه، اون خصلت انسانی که میخواد با روش انسانی خودش بیاد و خدا رو خوشنود بکنه، بیاد در مقام‌های آسمانی خودش رو بلند بکنه، بیاد درجه‌های آسمانی برای خودش روی پیشونیش و روی رداش قرار بده. اون خصلت انسانی که باور نداره دوست داشتنیه و باید یه جوری خودش دوست داشتنی بکنه، اون خصلت انسانی که مغروره و میخواد که نجات خودش رو به یه نحوی خودش به دست بیاره، و اون خصلت انسانی که میخواد خود خدا باشه و نمیتونه دیگری رو در مقام خداوندی کاملا قرار بده. بنابراین عدالت هستش که انسان رو زیر آزمایش قرار میده و مجبور میکنه که شخص خودش رو خوب آزمایش کنه و ایمانش رو چالش بکنه. مکاشفه عدالت گوشته، اون گوشت غذای سنگینی هستش که تو کلیسا باید ما بخوریم. و خدا رو شکر میکنم که به عنوان یکی از خادمین خدا در این ایام آخر خداوند از ما استفاده کرده که این قضای عدالت رو به بچه ها برسونیم. خب من میخوام یه دقیقه برگردم، چون یه نکته خیلی مهمی رو در فصل پنجم که بود که در آیه 7-5 بود و میخوام باهاتون در مرور بزنم که ازش عبور کردم، فکر کنم نکته خیلی شیرینی باشه. بیایم برگردیم به فصل 5 آیه 7 به خاطر اینکه یه مکاشفه زیبا اینجا هست که با همدیگه میخوام به دست بیاریم.
اینجا درباره عیسی مسیح میگه، میگه او در ایام بشریت خود چون که با فریاد شدید و اشکا نزد او که به رهانیدنش از موت قادر بود تضرع و دعای بسیار کرد و به سبب تقوای خیش مستجاب گردید. یه آیه هست به نام این آیه هست در فصل پنجم آیه 7 که برای من معما شد خوندنش، چون در اینجا که میخونید میگه که در ایام بشریت خود که درباره باغ جتسمانی صحبت میکنه، میگه با فریاد شدیدی با اشک و فریاد و استدعا نزد خداوند رفت که اون رو از موت یعنی از مردن برهانه، که خداوند من این تجربه موت رو نکنم، و با تضرع و تضرع و دعای بسیار کرد و بعد میگه به سبب تقوای خیش مستجاب گردید، یعنی به خاطر اینکه دعا کرد دعای او جواب داده شد. سوالم اینه مگه میشه دعا کرد که نمیره ولی مرد؟ خب اگه دعا کرد که نمیره چجوری دعاش مستجاب شد؟ چون که تنها راهی که من فکر میکردم دعای نمردنش مستجاب میشه که پای صلیب نره. و جالبه که این آیه برای من یه مقدار معما شد، ولی میخوام معما رو برای شما باز بکنم. اگه دعای عیسی مسیح در باغ جسمانی این بودش که پای صلیب نره و در واقع نمیره، نمیتونیم پس بگیم که دعای او مستجاب شد، چون دو روز بعد از این اتفاق میمیره یا فردای اون نمیدونم فردای دو روز بعدش میمیره، و بنابراین علناً دعای او مستجاب نمیشه. پس نمیتونه استدعا و دعا و اشک مسیح و روی در باغ جسمانی مربوط به این باشه که بر روی صلیب نمیره. به نظر من کاملا واضحه که دعایی که میکرد این هستش که اون شب در زمانی که دارن توقیفش میکنن و دارن دستگیرش میکنن در اون شب کشته نشه، بلکه نوعی که خداوند براش برنامه ریزی کرده بود و صلیب خداوند براش کنار گذاشته بود که تا اون زمان نمیره، بلکه بر روی صلیب بر طبق برنامه خدا روی صلیب جان بده که بتونه چه کار بکنه، تصویر کامل خداوند برای بنی انسان باشه. چه مبادا که اگر اون شب به دست فریسیان و سربازان کاهن، سربازان هیکل کشته میشد، هیچ وقت ما اون تصویر زیبای صلیب رو نداشتیم، هیچ وقت اون صحبت‌های شیرین خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب نشد که آنها را ببخش خداوندا که نمی‌دانم پدر که چه کار می‌کنند. اون تصویر زیبای موت مسیح رو در درست قبل از دقایق آخر سبت نداشتیم که وارد سبت میشه. بعد تمام برنامه‌های خدا در مورد آمدن مسیح و موتش در روز عید پسح هم به اون شکل انجام نمی‌شد که الان ما می‌دونیم انجام شده. خب من باور دارم که این آیه نشون میده که مسیح در باغ جسمانی داشت دعا میکرد که اون شبی که دستگیر میشه نمیره، و دعا میکرد که تا آخرش بتونه برنامه خدا رو چه کار بکنه انجام بده. و اگه در استراب روحانی بود، و اگر در استراب روحانی بود که برمیگرده میگه اگر این کاسه رو میتونی از من بگیری بگیر، ولی نه اراده من بلکه اراده تو انجام شود، اون هم من باور میکنم که در آن واحد دو دعا در آن واحد داره انجام میشه، چون آیاتی هست در این مورد و این آیه به طور به خصوص هستش که یه معمایی رو باز میکنه. این آیه علنا میگه که نمیخواست که به صحنه موت بره، ولی خداوند دعاشو مستجاب میکنه. پس به نظر میرسه که دعایی کرده بود که بر طبق مکاشفه روح القدس برای این بودش که زودتر از زمان خودش بر طبق برنامه خدا فقط از این دنیا بره. و آیاتی هم هستش که در کتاب مقدس نشون میده که عیسی مسیح در کشمکشه به خاطر اینکه میدونه بس از خداوند پدر دور بشه، و این براش دردناکتر از خود موت صلیبه، و اون براش دردناکه و درباره اون استدعا میکنه که از پدر دور نشه. پس یک تصویر زیبایی رو میبینیم اینجا که در زندگی ما بس انجام بشه. ما باید بدونیم که در واقع وقتی ما اطاعت میکنیم، وقتی که ما کلام خدا رو گوش میکنیم، در همین آیه 8 میگه و هرچند پسر بود، هرچند که در مقام فرزندی بود، یعنی هرچند که ما در مقام فرزندی هستیم، به مصیبت هایی که کشید اطاعت رو آموخت و کامل شده. و اینجا هم باز یه معمای بزرگیه. کمال تجربه مسیح کامل شد و جمعی مطیعان خود را سبب نجات جاودانی گشت. اصلا اینجا برای من معما شد برای این لحظه که آیا مسیح میتونه کامل بشه؟
آیا مسیح میتونست کامل بشه؟ چون اینجا نویسنده میگه کامل شده. عیسی مسیح در روح کامل بود، خود خدا در جسمه و کمال روح در مسیحه، ولی به عنوان یک انسان بایست اطاعت کردن رو میآموخت و اطاعت کردن در واقع در او کمال رو به وجود آورد. در اینکه ذهنیتی بود درش که آسمان رو رها کرده بود، مسیح در جسم کمال آسمان رو در جسمش کنار گذاشته بود، به شکل انسان در اومد و در میان آدمیان زیست کرد. بنابراین باید کامل شدن فکری، یعنی اطاعت کامل رو هم میآموخت، همونجوری که من و شما باید بیاموزیم. و در واقع در سختی هایی که کشید بودش که تونست جواب درست بده و واکنش درست رو انجام بده و اون واکنش درست در او کمال رو شکل داد. برای بعضی ها سخته گفتن این که عیسی مسیح میتونست کامل بشه، چون جلوه صورتی که از مسیح داریم اینه که اون کامل بود. در واقع از نظر کلی او کامل بود در اینکه خود خدا در جسم بود، ولی از نظر جسمانی مثل من و شما بود بجز گناه. ولی اطاعت کردن به او در او، اون اطاعتی که در او به شکل می گرفت، در واقع به او کمک کرد که شخصیت کامل روحانی او رو شکل بده. و این یه تصویر زیبایی هست از من و شما، چون ما هم به شباهت مسیح هستیم، ما هم در روح کاملیم. آمین. ما هم در روح به شباهت خدا آفریده شدیم. بنابراین حالا ما هم بر اطاعت کردنها در واقع کمال رو تجربه میکنیم. نه اینکه ما در مسیح یکی هستیم در اینکه ما گناه کردیم اونم گناه کرده، نه. در اون که مسیح بیگناه شکی نیست، در اون که مسیح به عنوان یک انسان به اصل رشد میکرد و اراده خدا رو میاموخت، اراده خدا رو درک میکرد، از او اطاعت میکرد و در اطاعتش رشد میکرد، شکی هم نیست. بنابراین من و شما در واقع در این که مصیبت ها و سختی ها در زندگیمون میاد نباید به هراسیم، چون کلام خدا میگه که پادشاه ما، کاهن اعظم ما در مصیبت ها و در سختی هاش بود که تجربه کمال رو گرفت. پس وقتی هر سختی میاد، هر مشکلی در زندگی شما هم میاد، بر طبق همین آیه که میگه و هرچند پسر بود، هرچند که شما هم فرزند خدا هستی، در مقام های بلند آسمانی هستی، هرچند که در واقع میشه که خداوند شما رو بلند کرده و شما رو در مقابل دیگران فرزند خودش نامیده، با این حال اجازه میده که سختی ها در زندگیتون بیاد، اجازه میده که مصیبت ها بیاد، ولی در مصیبت ها و در سختی هایی که میکشیم، اینجا هستش که اطاعت کردن واقعی و شخصیت واقعیمون شکل میگیره. اینجا هستش که به شباهت مسیح در میاییم. اینجا هستش که علنا خدا میتونه چیکار بکنه، نظر روحانی رو ما حساب بکنه. خب میخواستم این نکته رو با هم دیگه 100% در میون بذارم، چون این نکته خیلی زیبایی بود در آیات 7-9 که به نظر من یکی از قوی ترین آیاتی هستش که در کتاب مقدس عبرانیان 5 نوشته شده. یه نکات دیگه فقط اطاعت کردن یعنی گوش کردن. کلمه‌ای که در یونانی برای اطاعت کردن استفاده میشه، کلمه‌ای به اسم هوپاکو یعنی گوش کردن، و گوش کردن به صدایی که بر روی در قلب ما زده میشه. کسی که اطاعت میکنه صدای دری که روی قلبشون هستش رو گوش میکنه و در رو باز میکنه و اجازه میده شخص وارد بشه. و فکر کنم نکته آخری بود که میخواستم در این مورد باهاش صحبت کنم. دارم به نکتام نگاه میکنم و میدونید راستی و عدالت در زندگی ما یک تصویر کاملش، در واقع اون راستی و عدالت در زندگی، اون تصویر کاملش وقتی مکاشفه میشه در زندگی یک ایماندار، که وقتی در سختی ها قرار میگیره، وقتی در مصیبت ها قرار میگیره و بعد آرام میگیره در اون سختی ها، نشان دهنده این هستش که اون عدالت خدا درش داره کار میکنه، اون عدالت خدا درش داره ریشه و میوه صحیح میده. کسی که در سختی ها و مصیبت هاست و آرامش میگیره، در واقع داره فریاد میزنه که من عادل خدام، من اطمینان به خوبی خدا دارم، من اطمینان به مقام خودم در آسمان دارم و نمیهراسم، نمیترسم. پس یکی از ریشه ها و میشه گفت محصول ها و میوه های عدالت، آرامش عمیق در میان سختی ها هستش. مرسی. خب حالا که
بیایم در فصل ششم ادامه میدیم. فکر کنم که آره از آیه که از آیه 4، زیرا آنانی که یک بار منور گشتند و لذت عطا و سماوی را چشیدند و شریک روح القدس گردیدند و لذت کلام نیکوی خدا و قوت عالم آینده را چشیدند، اگر بیفتند محال است که ایشان بار دیگر برای توبه تازه سازند، در حالتی که پسر خدا را برای خود باز مصلوب می‌کنند و او را بی‌حرمت می‌سازند. این یکی از آیاتی هستش که برای بعضی‌ها معمایی شده و علناً اگر از دید سطحیش میخوایم نگاه بکنیم، برمیگرده میگه اگه یه دفعه نجات پیدا کردی، اگه دوباره میخوای توبه بکنی، خب میخوای برگردی، دیگه مورد قبول قرار نیستی. بعضی اینو اینجوری تعبیر میکنن، میگن این حالا این داره الانم میگه، میگه اگه طرف بیفته، ایماندار بوده و بیفته، دیگه راه برگشتی براش وجود نداره. خب صبر کنیم، ما گفتیم همه ای آیات خداوند رو باید در زیر پرچم و چادر محبت خدا ببینیم. یعنی اگه ما پدران دنیوی هستیم و فرزندمون بیاد از ما جدا بشه، ما رو لعنت کنه و بره، اصلا میگه من تو رو نمیخوام بابا، از خونه ما بره یک سال دو سال سه سال، اصلا اسم خودش هم عوض بکنه، بعد برگرده توبه کنه بگه بابا من معذرت میخوام که من تو رو جریه دار کردم، معذرت میخوام که تو رو انکار کردم، معذرت میخوام که اسممو عوض کردم، به جای مانیر مثلا به جای عرفان یه چیز دیگه شد، بابا من معذرت میخوام. یعنی اگه پدر زمینی و مادر زمینی بچه‌ش نمیبخشه، به آغوش نمیگیره، دوباره قبول نمیکنه، آیا واقعا خداوند اینقدر دل سخته که یه نفر که میخواد یه نفر که یه زمانی مسیحی بوده و ایماندار بوده و حالا انکار کرده ولی دوباره پشیمون شده و میخواد برگرده رو قبول نمیکنه؟ پس فکر نکنم که ما میخوایم پدر آسمانی رو در اون محدودیت بذاریم، چون میدونیم که پدر همیشه در فیض و رحمت خودش عمل میکنه. بنابراین این صفت، این آیه مربوط به اون نمیشه. حالا آیا این آیه مربوط به چیز دیگه میشه؟ آیا این آیه داره برمیگرده که شخصی که تمام اینها رو چشیده، با تمام این مسائل باز تصمیم میگیره انکار بکنه، برگشتنش به توبه امکان پذیر سخته؟ آها بله، یه نفری که واقعا با خدا راه رفته و تصمیم میگیره به نحوی بعد از تمام این تجربیات زیبا که خدای خودش رو انکار کامل کنه و از خدا دور بشه، برگشتنش به زمان به مذبح توبه، برگشتنش از نظر عاطفی خودش به حضور خدا برای توبه خیلی سخت خواهد شد. من در نظر میگیرم که این آیه بیشتر داره به اون زمینه نگاه میکنه که شخص دیگه خودش نمیتونه به این راحتی ها برگرده، خیلی سخته که بتونه چیکار بکنه، تمام اینها رو هم چشیده، تمام این تجربیات هم داشته، تمام اینها رو هم با خدا بوده و حالا انکار کرده و دوباره بیاد چه کار بکنه در آغوش خود خودش قرار بده. فکر کنم این برای اون شخص بسیار دشوار باشه. در این مورد شکی ندارم که یک زمینه تاریخی هم اینجا وجود داره که درش بیشتر در جلسه بعدی صحبت میکنیم، ولی محبت خدا ما برای انسان حرکت میکنه و همیشه آماده برای دریافت کردن انسان هست. تا جلسه بعدی، مرسی.